نشست علمی روزه ای آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز سه شنبه چهاردهم شوال سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در پاسخ به این سوال که خمس به چه چیزهایی تعلق میگیرد فرمودند شخصی از امام صادق علیه السلام در رابطه با مفهوم آیه چهل و یک سوره انفال سوال کرد حضرت در پاسخ فرمودند هر آنچه که انسان از آن چه به مقدار کم و چه به مقدار زیاد فایده میبرد لذا در این زمینه تفاوتی میان آنچه که انسان به دست می آورد وجود ندارد معظم الله با تأکید بر اینکه پرداخت خمس بعد از جدا کردن معونه از فرمودند روایتی از امام جواد علیه السلام در رابطه با خمس نقش شده که خمس بعد از کسب شدن مخارج زندگی است یعنی معونه خمس ندارد ایشان در تشریح معنای معونه فرمودند مفهوم ظاهری معونه آن چیزی است که مصرف می شود و در روایت دیگر هم آمده در هر سال یعنی باید معونه آن سال باشد آیت الله لزما شیرازی همچنین در ادامه تأکید فرمودند برای چیزی که مشمول خمس نمی شود دو قید وجود دارد اول که معونه باشد و دوم آنکه معونه آن سال باشد لذا آنچه که برای معونه سال آینده است و از مخارج سال جاری خریداری نموده چون مربوط به امسال نمی شود شامل خمس می شود معظم الله در ادامه فرمودند در معونه شعنیت افراد هم شرط است چون اگر مصرف سالیانه بیش از شعن باشد شامل عمومات خمس می شود با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم این آروه داره فرموده ادا دین امسال بله جزء معونه امسال اما ادا دین سال سابق از سود امثال محل خلافه به نظر من اونم معون است عرفا چون معونه شارع که فرموده الخوند بعد معونه باید عرف چی برداشت میکنه چون خود شارع که معونه رو معنا نکرده بله. نه حتی اگه حال شده و نه اینکه نسل نداده نداده عمدن ادای دین مطلقات ظاهرم ولی محل خلافه جماعتی گفتن بله اما جماعتی تصریح کردن که اگه دین مال قبل بوده و میتونست قبل بده و نداده از سود امسال میخواد بده این معنی امسال حساب نمیشه